مروری بر اخبار هفته آینده از تاریخ 1 تا 5 ژانویه. با آغاز سال نو میلادی 2024 آرزومندیم که این سال جدید اهداف و دستاوردهای خوب رو در معاملات برای شما به همراه داشته باشه. با شروع اولین هفته سال میلادی جدید و باز شدن بانک ها احتمال نوسانات پیشبینی نشده زیادی وجود داره. دوشنبه 1 ژانویه به دلیل اولین روز سال نو میلادی بازار تعطیل می باشد. سه‌شنبه 2 ژانویه از نظر تقویم اقتصادی خبر مهمی در بازار وجود نداره. بانک مرکزی سوئیس در این روز تعطیله و برای کشورهای اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان و انگلستان و همچنین آمریکا شاخص PMI تولیدی یا مدیران خرید تولیدی انتشار پیدا میکنه. با توجه به اطلاعاتی که در روز اول منتشر میشه، پیش بینی میشه که بازار در این روز رنج میباشد. چهارشنبه 3 ژانویه بانک مرکزی ژاپن در این روز تعطیله و از مهمترین خبرهای این روز دلار اون رو به خودش اختصاص داده که نشست خبری فدرال رزرو آمریکا یا جلسه FOMC در ساعت 22:30 به وقت ایران از جمله این اخباره. از اونجایی که این نشست اولین نشست در سال 2024 میتونه اطلاعات مهمی در رابطه با عملکرد اقتصادی آمریکا در سال جدید رو به ما بده. پنجشنبه 4 ژانویه شاخص اولیه قیمت مصرف کننده از کشور آلمان و شاخص CPI برای فرانک سوئیس اعلام میشه. همچنین در سشن معاملاتی آمریکا خبر تغییرات اشتغال غیر کشاورزی و شاخص ادعای بیکاری برای دلار آمریکا هم داریم. جمعه 5 ژانویه این روز اولین جمعه ماه میلادیه و شاخص NFP در سشن معاملاتی آمریکا منتشر میشه. این خبر میتونه تأثیر مهمی در روند حرکت شاخص دلار داشته باشه و احتمالاً بتونه از ریزش بیشتر شاخص دلار جلوگیری کنه. سال نو میلادی مبارک باشه و هفته پرسودی رو برای شما آرزومندم.